در کشور زیبا منظرمان تاجیکستان یادگاری‌های قدیمی خیلی زیادند. یکی از آنها این قلعه قهقهه میباشد. آن یکی از سه قلعه‌های تیپی شهری و خانی قدیم بوده در عصر سه پیش از میلاد ساخته شده است. در روزی 650 و پهنای آن به حساب میانه 300 متر را در بر می‌گیرد. علمان سنای ساختمان قلعه را به زمان دولتداری کوشانیان معین کردند. مقصد ساختمان سلسله استحکام های وادی و خون را به آن علاقمند می نمویند که در عصر سه پیش از میلاد حرکت کوچمنچیان تیبت و قواهای حربی چین به پامیر می افزاید و خطر وارد شوی آنها به درون مملکت و از دست رفتن راهی به خون پیش می آید. انتخاب جای، مواد و صنعت قلعه‌سازی در شرایط آن دوره قابلیت بلند فکری مهندسان را طلب می‌کرد. با چنین کامیابی صاحب شدن صنعت مهندسی آن دوره در کتاب تاجیکانی باباجان غفوروف چنین آمده است: در وادی‌های پامیر غربی قهقهه و یچمون بر این قلعه‌های عظیم ساختند که در سر روی اساسی واقع بودند و سلسله استحکام‌های درازمدتی با همدیگر علاقمند را تشکیل می‌کردند. دیوارهای قلعه قهقهه در قسم شمال 1-2 و جنوب و غرب تا 6 متر محافظت یافته. قسم جنوبی دیوار نقش بندی یافته است. در خط درازی دیوار باقی مانده 56 مناره دیدبانی و صدها تیرکش ها محافظت یافتند. خشت‌های دیوارهای قلعه از گیل و خاک آماده شدند. آنها را در مسافه چند روزه را در خاک بدخشان افغانستان ریختند. موافق معلومات ها 70,000 نفر پهلو به پهلو ایستاده، خشت‌ها را به همدیگر داده، قلعه را بنیاد نمودند. تاریخ فعالیت قلعه های وخان قدیم، از آن جمله قلعه قهقهه نوکفته نونوشته باشند، هم نقل و روایت های تا زمان ما رسیده شهادت آنند که در گذشته دور زد و خورد بین چین ها و تیبتی ها برای صاحب شدن راهی وخان در قید ظاهران در آمده است.